کجا هن؟ آقا یارون را گرفتن جناب. کدام طرف رفتن؟ او را از پس برآوردن. شما به آن طرف بروید. تیمور تو همراه من بیا. خفا برگردید. احتیاط کنه هارون ضرر نبینه. تیمور تو با آقای هارون بیمان. میرمیم. امیر چطور اینجا را یافتند؟ جناب یکی از آدمان آقای هارون از تلفن خانگی نه و از تلفن خودش استفاده برده است. آدم ها کجایند؟ هر دو کشته شدند. تیمور هارون با تو می رود. این بیگاه برای او تو جواب می گویی. خوب شده است جناب. آقای هارون مبارک باد. سلامت باشد آقای پولاد. من واقعا اطمینان حاصل کردم اکنون. من میبینم که چیهای شما برای حمایه امانتهای من نمیکنید، اما آنها هم آرام نمیشینند. برای ستاندن امانتهای من که میداند چی کارهای دیگر کردنی هند. پروا نکنید، من دیگر نمیگذارم که یگان کار کنم. رفتیم. تو خوب هستی؟ خوبم جناب. خواهیش یگانه اونها منفیت به کشور رساندن بود. در آموزشگاه های مخصوص تحصیل کردند. برای حفظ خاک وطن آنها به همه کار آماده بودند. برای عشق وطن جان خود را نثار کردند. متاسفانه کسی نمیداند که آنها چرا مردند. همه‌شان را یک به یک من انتخاب کرده بودم. اگر آنها را به این کار جلب نمی کردم حالا زنده می بودند. تو هیچ کدام ما را مجبور نکردی. غیر از این تو از خودی اول خفنوک بوده این کار را گفته بودی به ما. میرم هم پشیمان نمی شدم. تنها همین رو می خواهم که هر چی کردیم در عمل تطبیق شود و زدوده نگردد. هیچ چیز زدوده نمی شود ایدان. هیچ چیز. من به تو قول می دهم این لایحه عملی می گردد. در فرصت نزدیکترین هواپیماهای ما دارای سیستم حمایه می گردند. خلاص همون روز روحی رفیقان ما، روحی دوستان مرحوم ما آرام میگیرد. مو چردم. اگر اون روز فرا رسد باز ما همراه میشویم. هنوزم میخواهی که با من باشی؟ آخر میدونی که من بیمارم. تو رو به زور پیدا کردم اردم. جدا شدن نمی خواهم.
برمیگردیم. من کمی خنک خوردم. میرویم. باید به مرکز برگردم. رفیقان تو رو به خونت میبرند. هبو باز با میخوریم. در تماس میشویم. گابزن جناب، با مشوقه مهندس ارتباط پیدا کردیم. در راه ساحل است. در داخلی ماشین. ماشین را از نظر دور نکنید. دنبالگیری را با کامیرا دوام بدهید. از دنبالش با کامیرا بروید. همین که جای مهندسان را یافتن حتماً به عملیات بگذرند. تو از دست من هارون را گرفتی، ولی در نزدیکترین فرصت با تو روبرو می شویم. پولو داریم دار. دخترم، تو هنوز هم خواب نیستی؟ خواب بودم و تو که آمدی بیدار شدم پدر. کو اینجا بیا. پدر؟ بگو دختر. تو با لیلا صحبت کردی؟ برای چی صحبت میکردم؟ فراموش کردی چی؟ نگفته بودیم که همراه به استراحت می رویم. البته فراموش نکردم، اما لیلا با دوگانش نقشه کشیده بوده است. من نقشه آنها را شکستن نخواستم. پس به من وعده بده هر سه همون همراه به استراحت می رویم. تو حاضر خواب بکن، این را پسان مصلحت می کنیم.
نه پدر، قبول بده. این تو بیستون، تو، لیلا و من با استراحت می رویم. خیر، کجا رفتن می خواهی؟ بلابی بحر می رویم، تماشا می کنیم که چی طور افتاب از بحر می برایدو می شیند. لیلا حکایه می کند. تو با من کتاب می خونی. کتابت کجاست؟ در بالا، در حجرم. پس بیا می رویم، کتاب می خونیم. اینجا خواب نکن، رفتیم. حالا هم با من وعده ندادی پدر. خدا اگر خواهد. گپ رو با دیگر جا نبرید. این طور گفتن بسیار خوب است دخترم. من از پدرم این رو شنیدم. پس بسیار خوب، خدا اگر خواهد. تا آخری حیاتم با تو زیستن، با تو هم نفس بودن میخواهم، با تو خانه‌دار شدن میخواهم. لیلا، تو با من به شوهر میبرایی؟ خانه‌دار شدن میخواهم تا آخری عمرم. تو در حقیقت رفتنی؟ آره. ساعتی چند؟ با تیاره سحر. خوابت آمده باشد بخواب. من خواب ندارم. اما thank you.
من میروم جانم. صبر کن، حاضر میخیزم. تو بخواب، من از آنجا زنگ میزنم. مسئله اسناد ستاندن مال و ملک به فرجام رسید؟ آره، تنها اسناد و اوراق به سر خود هیچ کاری بنا کرده نمی توانند. حال حاضر مواد سوخت همه به اختیار شدید است. برای حل این مسئله درفش سیاه را به آن منطقه فرستادنیم. این بسیار چاره مهم است، اما مسئله را حل نمی کند. آن مواد سوخت را به کجای باید کشید؟ اگر هم می کشیم بریفینگ نداریم آخر. من هم برای بررسی همین مسئله شما را دعوت کردم. یک شریکی ملی می سازیم، در این میان بریفینگ ها را تأسیس می دهیم. شما حاضر در فکر آن باشید که کی را به شریکی بگیریم؟ برای چنین شریکی سازمان دادن برای انرژتیکا یک دوستی نزدیک داریم، دوستی آذری همان آقای نایل. وضعیت چطور است؟ چنان که فرمان دادید یک دسته را به آن منطقه فرستادیم. هرچند آن ماشین را کافتند ولی نیفتند. به نتیجه دلخواه نرسیدیم. ما کامیرا مشاهده را دوام دادن نمیتوانستیم. تا یک جایی معین توانستیم. این چی گپ است که تو میگویی؟ ماشین به یک جایی تاریک وارد شد جناب. در یگان خریطه نواری همسفری سونی آن را ندیدیم. پس معلوم میشود که مهندسان را آنجا نگاه نمیدارند. تمامی برآمد و درآمد ناحیه را تحت نظارت بگیرید. سه روزی آخری درآمد و برآمد ماشین های ناحیه را مقرر بکنید. اطاعت جناب. دیروز با دوستان مهندست ملاقات کرده توانستی اردم؟ بله جناب، برای استراب آنها را رفع کردن وقت در کار است، اما همهشان خوبند. چیز آید مرکز لیون را به خاطر آوردن توانستند؟ یکان چیزی نبرامد که به کار ما کمک بکند. آنها هم اصلا به ما کمک کردن میخواهند، ولی حالا از دستشان چیزی نمیآید. در سرمایه گذاری تکنولوژی به نقشه گرفتمان، ما به اخلاقی که اطمینان داشته میتوانیم احتیاج داریم. مادامی که میخواهند منفعتشان برسد، این چهار دوستی مهندسمان را استفاده برید. آید این برنامه ها با آنها هم صحبت بشو. که ببینیم همراه چی کار از دستمان می آید. شما مطمئن باشید که ما شما رو خجالت نمی کنیم. چند روز دم بگیرن، چون آماده شدن پس به قرار بیاییم که کی شروع بکنیم. خوب شد است جناب. چی بوده است؟ با تلفن نمی شود. وخوریم بعد می گویم. پس بگاه و می خوریم. تنها و نمی خوریم. این چونیم بسکتبال بازی هم می کنیم. من با خواجه یک ملاقات مهم داشتم. شما را در ارتباط با آن ملاقات دعوت کردم.
چکار میکنیم قماندانم؟ یک دسته را از درفش سیاه انتخاب بکنیم. اطاعت قماندانم. ماندگیشان را به فرمان فرمان فرمایان ناحیه هاشان را میگذاریم. اطاعت قماندانم. وظیفه دسته منتخب چه خواهد بود قماندانم؟ خاور میانه می روید. آید چه های نفت یکون نویگری رخ داده است جناب؟ حل این مسئله هایی که آقای هارون داشت اکنون به سری ما واگذاشته می شود. اکیر میراث بابایانمون را صاحبی باید کرد. چیزی آیدی ما میگویند گفتن بگیرن، ما باید کارمون را بکنیم. همراه یاسین با آن ناحیه می رویم. هرچی آیدی امنیت چاه های نفت است و ضروری است به انجام رسانید. حل مسئله آنجا اکنون به ذمه ماست. بازاری که با من آید استانبول کرده چی ماهیت داشت و باز برای چی به خاور میانه برمیگردیم؟ طبق نقشه های نوین آنجا مخاطب ما اکنون تو خواهی بود صغیر. راستی گپ، نقشه های نوین در ارتباط با شدید کشیده مرا آنقدر متوجه نمی سازد. توجه مرا بیشتر استانبول به خود میکشد. آن پیشنهاد من هنوز هم اعتبار دارد، اما برخی کارهای به شدید ارتباط داشته را اول تو باید انجام بدهی صغیر. اگر نقشه با من همچون میانجی در خاور میانه کار کردن را داشته باشد، اول باید از صادق بریتانی دست بکشد. من میدانم که با خلیفه صادق بریتانی در بسیار مسئله ها هم فکر نیستید. اگر با تو در یگان مسئله منفیت های من با هم برخورد بکنند، مطمئن باش که دیگر هیچ دشواری به میان نخواهد آمد. نقشه نوتون چیست؟ ما آنجا یکان دولتی که بر دین یا مذهب متکا داشته باشد نیبو، یک شاهیگری نو خواهشی ساختن داریم. بریتانی همچون خلیفه میماند، اما تو به تخت میشینی. اصلا این برای تو دشواری هیچ ندارد. تو تمام چاهای نفت عراق شمالی را به دست میاری. مگر این وظیفه نیست که یک زمان به صادق بریتانی داده بدهد؟ در مجموع اینطور نیست. بریتانی برای ما جز یک انگیزنده چیزی دیگری نیست. او کارش را پورا به انجام رساند. اکنون زمان تو فرا رسیده. مرا برای چی برگزیدید؟ در حالی که صادق هنوز هم صاحب لشکر است، چرا مرا انتخاب نمودید؟ من در وضعیتی نیستم که با تو این را بررسی کرده بتوانم. تو هم در وضعیتی قرار نداری که این را رد بکنی صغیر. اگر آیدی این در ارتباط با من واقعا خودی رب قرار آمده باشد، من با او واخوردن میخواهم. آره، او به قرار آمده که این وظیفه به عهده تو گذاشته بشود. گذشته از این، برای ملاقات شما را مقرر کردن هم او خود به قرار می آید. اندیشه من اگر تو موافق بشوی، در برای تو باز می گردد.
الله مددگارتان. اطاعت. وضعیت در آن موضوعی که به تو گفتم چطور است؟ دو روز است که به اون مسئله مشغول آمکه، اما هنوز یگان حرکت، یگان چیز معین نیست. اکا من با پرسیدن حق ندارم و هرچی هست می پرسمتان، یگان چیز مهم است که اینقدر درنده شید. تو که یارای پرسیدن کردی، من هم تو را میپرسم جاهید. بفرمایید که تو به محبت من شبهه داری؟ استغفرالله که آکا چی گپ است؟ نمیدونم جاهید، خدا خیرش رو بیارد. خوست برای پذیرفتن دعوت من و آمدنتان تشکر از شما. دعوت که یک باشد برای من موافق است. ما یک ملت در دو دولتیم.
سببی شما را به اینجا دعوت کردن من طرف نیرو گرفتن برخی حجوم هاست. اگر پیشنهاد مرا میپذیرید هر دو همراه یک گام تاریخی میبرداریم. این برای من شرف است. شما را گوش میکنم. ما میخواهیم که با شما یک بریفینگ مواد سوخته که از منبعهای محلی منشأ میگیرد بسازیم. مواد سوخته که از ترکیه میبراید کار کردش در اختیار تن و خاندان کوزوزاده است. اگر ما به خاطر تأسیس سرمایه گذاری هم کنیم، لیکن مواد سوخت را از کجا مییابیم؟ از میراث اجدادمان به ما واگذاشته. ای باز آمد نکرد. روزی کنم. چی گپ شد؟ خب یک دفعه را از نظر گذاراندیم. فرمانتان را گذاریم. سلاح‌هایتان را پرتایید. حساب کدامی را برابر کردنید. پرتای سلاح‌هایتان را. وگرنه تمامی خانه ها را تازه میکنم. زنو کودک همه را میکشم. واقعاً میمیرد. ماند اخلان آنها زنده مانند. اگر این رو پرتویم بازی تموم می شود. و تموم شد. اما این طور هم نمی شود. یگان علاج دیگر شاید باشد. یک لحظه.
سورپریزی تو با من همین بود؟ نه، من برای یک پیشنهاد نزد تو آمدم. همراهی من کار کردن میخوایی؟ در این میان من چند پیشنهاد برای کار گرفتم، باید فکر کنم. تو جدی میگویی؟ بله جدی. خیلی خرسند شدم اردم. اما این چه خیلی میشود؟ همین خیلی میشود. می‌رویم. گرسنه‌ای؟ یگان چیز بیارم؟ نه صفیه، نمیخورم. آکا، گپ زده میتوانیم؟ اگر عاجلی نباشد پس آن صفیه، من کمتر دم بگیرم. روز بخیر. خوش آمدی برسن. تو چرا داری نهولی؟ نوز خوب خیستی؟ فکر کن که همین خیل. امشب بد خوب کردم. میبینی استراحت برایت خوب میشود. دینا من تمام شب فکر کردم. تو رو تنها نمیگذارم. همراه به استراحت میرویم. با هیچ کجا نمیروم برسن.
در خانه میمانم. نه خانمی عزیز، در خانه نمیمانی. بلیت ها رو خریدم، جای رو معین کردم. نمیخواهم برسن. من نقشه تو رو هیچ شکستنی نبودم و اما رفتن نمیخواهم. با تو چی شد؟ پنهان نکن. چی گپی هست؟ پولاد با من پیشنهاد ازدواج کرد. تو چی گفتی؟ نگفتم. آه خوب کردی. وقتی که تو رو خواسته بودی او هم نگفته بود. یک و یک شد. لیلو بگو چرا غمگینی؟ نه ترس دوگانه، حتما او باری دیگر تکلیف میکند و تو روزی میشوی. روزی نمیشوم برسن. با فکرم شوخی میکنی. لیلو گوش کن، دلم با چیزوی بد گواهی میدهد. تو نگوی که چی شده است، تو رو به حالت نمیگذارم. جناب چه گپ شده این نورا؟ با مهندس های ما هجوم کردند. زندند؟ نمیدونم جناب، آنها رو دزدیدند. واقعه در کجا رخ داده است؟ شب بیرون بر آمده بودند، پاسبان ها و راننده رو کشته یافتند. از اردم یگان خبر هست؟ جناب میونی دزدیده ها اردم هم هست. سلام خانم ایدن، از این پس زود زود میبینیم یک دیگر را. دفعه گذشته خوب طاقت کردی، اما من قول میدیم که این دفعه از تو آن رنگ را کشیده میگیرم. التماس، التماس نکنید. چی؟ برق را پزمان نشده ای؟ من گمان کردم که شاید پزمان شده باشی. هر کی به این یک بار عادت کرد باز میخواهد این را. چطور است؟ خوب است همینطور نه؟ خواهش میکنم نکنید. آرام بشو، من حالا هیچ کاری نکردم. زینهار رمز را فورم نگوید، وگرنه بازی را ویران میکنی. تو هم وقت تو زمانی تمام شدنت را یافتی. کنی کار بکن، کار بکن. است. او را آرام گذارید، آرام گذارید، او را آرام گذارید، او را آرام گذارید، آرام گذارید. چرا داد میزنی؟ شد، شد، آرام باشید. گوش کنید، زریاد ماشینی من تمام شد، با من برق در کار. تینجی است؟ با یکانجا رفتنی؟ مدامی که اینقدر خواهش برق داریم با کرسی نشسته تو برق پیوست میکنیم، اما اول معشوقت خواهش کرد. ای ابلهی لعنتی، من تو را میکشم. مرا نزد قماندانت بر. شما نمیدونید که من کی هستم. چیزی که میخواهید در دست من است. تمام، وعده میدهم که با کسی چیزی نمیگویم. خواهش میکنم بگو چی شد. به نزد دکتر رفتم.
دکتر با من گفت که سخت بیماری. بیماری سرطان. چی؟ چی خیل سرطان لیلو؟ سرطانی شوش. تو چی ها میگوی؟ این رو کی گفت؟ خیر اگر یکان دکتر گفته باشد نزدی دیگرش رفتن لازم. اگر سرطان هم باشد حالی هیچ گب نیست، داروی هست، دکتری هست که اون رو مولی جبی کند. البته باری نخست شنیدن روحیه هر کی رو میشکند، ولی تو زنی قوی اراده هستی، با این گونه چیزها باید تن ندهی. چقدر لحظه های متیش رو پسی سر کردم بیرسم، نمیدونم چی کار کنم. من با تو میگویم که چی باید کنی. تو رو من در خانه تنهایی سوده نمیگذارم، من هم با تو در خانه ات میمونم. هیچ کس نباید بفهمد که ما هر دو در خانه توی. التماس بیرسم، تو رفته استراحت کن. نه جانم، تو چند ساعت امکان بده تو برخی کارهایم رو سامان بدهم، از خونه هم برخی چیزهای ضروریم رو بگیرم. تو هم در این میان برخیز و یک دوش بگیر، با خود بیا. گوش کن، تکرارن میگویم، تو خود رو به دست بگیر که ما هنوز در ابتدای راه هستیم. اگر پولوت آمده باشد با او چی میگویم؟ میگویی که منو بیرسیم به تعطیل رفتنیم. سلام لیلو، صفیه خوش آمدی. خواتر شدم دیدنت آمدم، وقت داری؟ البته البته، مرحمت دارو. مرحمت، شما گذارید، من رفتنی بودم. جانم، تو بگوهی آماده باش، من آماده تو رو میگیرم، تیوره ساعتی ده پرواز میکند. خوب، فهمیدم. تو بازدید. تو گذار صفیه، من حاضر میایم. تو بازدید بیرسن. دیگر چی خبر است اینورا؟ مینیبوس رو یافتیم. ایدن و اردم چی؟ هر دویشان هم نیستند. ماشین رو خالی یافتیم. او رو تعقیب کنید. هر کجا که باشد از همسفرشتون این سیگنال می آید. تعقیب داریم جناب، اما افسوس که یگان نشانه در اختیار نداریم. حتما یگان جایی باید باشند. شما هر چیزی عادی مقرری رو که از بیرون می آید با دقت تعقیب کنید، حتما یگان چیز می یابید. اردم حتما یکون اشارت می فرستد. خوب جناب. سلامت باش جانم. نوشی جان، برای خودت قهوه تیار نکردی؟ نه، کمی پیشتر با بیرسم نوشیدم. یعنی با بیرسم همراه استراحت می روید؟ پیشنهاد اکام رو یک بار دیگر اندیشه نکردی؟ دائما فکر میکنم صفیه. یعنی قرارت حالم تغییر نیفته است؟ سرم چنون گرانگ است که برای با یگان قرار آمدن یک مدت باید تنها باشم. پس من تو رو تنها میگذارم. نه، من حاضر نگفتم، کمی بشین. لیلو، اینقدر وقت انتظار شدی و باز نمیگویی. من تو رو هیچ نفهمیدم. اگر این تر باشد من از تو یک چیز رو پرسیدنیم.
اگر جاهید بیاید و به خاطر خواهش پولود از تو خواهش بایو به شوهر برآمدن بکند، تو چی میگویی؟ هنوز معلوم نیست که پولود واقعاً با من ازدواج کردن میخواهد یا شاید به خاطر به جا آوردن وصیت بابای عمر و خاله نظیفه این کارو میکند. اینچنین من در این حیات به او چی داده میتوانم؟ جانم، واقعاً تو برای یک مدت تنها ماندن احتیاج داشته بودی. پولو تلیمدار نخستین حمله خود را علیه ما آغاز کرد. یکی از کارچلان های آذری را به ترکیه دعوت کرده با او برخی ملاقات ها را انجام داد. ماهیت آن ملاقات ها چی بوده است؟ یعنی بریفینگی مواد سوخت سازمان دادنی است. اگر بریفینگ سازمان بدهندم مواد سوخت را از کجا پیدا میکنند؟ اگر پولاد علمدار چنین یک حمله کرده باشد، حتما یگان آمادگی جدی گرفته است. حق استید آقای زخاریاس. چنانی که میدونید آقایان، در این بریفینگ یکی از بزرگترین آدمان کارچلانی ماست. اگر او با بازار داخلی ما یگان شریکی تاسیس دهد، توازن اقتصادی را ویران میکند. ولی در مجموع جوابگری به ذمه ماست. از این رو به این کار ما باید مقابلیت نشان بدهیم. من از ملاقات جان و مته آید این موضوع انجام داده نگرانم. البته در وقت و زمانش با آنها نیز مصلحت میکنیم آقای بنیامین. من نخست اندیشه شما رو شنیدن و فهمیدن میخواستم و دانستنی بودم که آیا ما متفق عمل کرده میتوانیم یا نه. یعنی خلاصه کلام، من میخواهم که آن سرمایه گذار آذری را با قرار کنسی قتل کنیم. من چون همیشه از فعالیتی که با سلاح مربوط است ممنونیت احساس میکنم. نهایت تیر رو هم برای سلاح ما میفروشیم کو. برای این مسئله از نگاه مالکت اندک وقت در کار است تو؟ اما من آن را درست میشمارم. جناب، من همیشه برای تطبیق فعالیت شما سازگارم.
در اینجا چی کار دارید؟ خوش آمدی تو همین است؟ گذشته از آن من برای تو خیلی توفا آوردم. اینها کیستند؟ اینها ترکمن هایی هستند که خود را صاحبان مواد سخ می حسابند. به اندیشه اشان محافظان شاههای نفتند. تو باز در این جاها مرا خبر نکرده عمل میکنی؟ آیدی آن مسئله هایی که تو آگهی برخی خبرها برای تو هست، مرا اینجا بیهوده گرنگ نکن و برو با آنها مصلحت کن. من در وقتش با میستر برندین مخصوص مصلحت ها داشتم و مطمئنم آن مصلحت ها دوام دارند. تو هیچ چیز را نمیدانی. ترک ها برای نفت اینجا آمدنی هست، تو از این خبر داری؟ کانهای نفت را مقرر کردیم، تا قطاقه همشون را تحت نظارت باید بگیریم. اگر ترک ها اینجا بیایند، تو دیگر جای گریزت را هم یافته نمی‌توانی. کی می آمدند؟ الکی آمدند. احتیاط، احتیاط کنید. در اینجا چی گپ شده باشد؟ نباید تر کرده باشند. کچیلر بو انسانلرن تو مایاتا رکب تا گیتمزلر نردلر او زمان احتمالی خلی می رود که پنهانند. روید از اینجا. ما برای شما آمدیم، نترس. من نمیترسم. از یک جای پنهانی رفیقانی من شما را نگاه دارند. همشان با تیر و تفنگند. نروید، همتون را میکشند. خوب تسلیم میشویم. آتش نکشایید، آرام بشوید. کیسته شما؟ برای چی اینجا آمده اید؟ اما که حمدی را میشناسی؟ چاچاد حمدی را چیکار میکنید؟ ما مهمون اویم، از ترکیه آمده ایم. از ترکیه آمدید؟ آره، کجاست تو؟ او را بردند. کی؟ شدید. خوش آمدید آقای حقی. سلامت باش مرتضی. بفرمایید بشینید. نه نمیشینم. خبر میدادید رفتم میآوردم اتان. یک کاری عاجل است مرتضی. گوشم به شما جناب. آقای فهمی از اجرای وظیفه‌ای که به تو داده بود بسیار ممنون است. حاضر اکنون دوامی آن هم به ذمه توست. نوبت کیست این دفعه آقای حقی؟
این دفعه اسمی رانا میبرم که داشتنی او آسان نیست. گذشته از او در پشتش پولاد علیمدار است. بفهم این آدم در کجای استانبول می ایستد، چطور پاسبانی می شود، او را چطور پیدا کرده می توانیم و یکان چیزی دیگر. چی کار میکنی؟ ببین، من برای تو تعریف رو یافتم که در باره اون با من گفته بودی. اوه، تو مرا اینقدر میخورونی میدونی در دو سه روز چخل میشوم. تو از روسیت نترس. دو سه هفته پیش از توی چونون در پرهیز میشینونمت که. این تار نگو نکن لیلو. تو حالا اون روزهایی که در استیرو بودی چونون فراموش میکنی که هر دو زنده باشه میبینی. البته از همه زیاد چیزی که در زندگی میخواستم این خانه با پولاد بنیاد کردن بود. حتی شبها در خوابم میدیدم. اما بین همش چخل شد. تو اول این سیب رو بخور. ای بیومون بگیر. دیگر این تار نگون نکن، مثل که مرغ دلت مرده باشد. من یک لیلوی خوشبین رو میشنختم، مثل پیشینات باش. انا بعد میبینی که همه راحت کشده میشود. یگان خبر هست جایید؟ در یگانجا نشانه او رو نیفتیم اکر. مهندس های دیگر رو چیکار کرده؟ پاسبانیشان رو افزونتر کردیم. دشواری با آنها نداریم. از آن حادثه یگان خبر آوردی؟ با مقصد تکرار نشدنی آن حادثه آنها رو تعقیب کردیم که کار دیگر نکنند. اما آنها که مردمی بهوشند هرچی میگویم از گفته ما بیرون نمیبرایند. اکا در این میان من تحقیق بکنم که کار فهمیشان است یا نه. از پشت مهندسان ما آخرین بار دسته لیان بودم. چون این می نماید که کار دست آنهاست. از این کار فهمی آگهی ندارد. نباشد من نزد جان بیروم. اگر بفهمند که ما در تعقیب دسته لیانیم آنها را هوشیار می گردانند. دیگر اردم را هیچ یافته نمی توان. اکا اگر نمی دونن که اردم کیست، گمان است که او را زنده مونده باشند. شاید ما بهوده انتظاری میکشیم. اردم زنده است جاید. حتما به ما خبر می فرستد.
از در دور بروید. خوب استید؟ عکیف؟ بیروید رفیقان، ماشین ها در بیرونند، شتاب کنید. با منم یک سلاح دی عکیف. بیایید شتاب کنید. می رویم. شتاب کنید. زودتر زودتر. روگر. بیا میرون. تینجی هست غمگین مینمو یکون گپ شد پسد. هیچ گپ نه. خلاصه میخل. تو چرا آمدی تینجیست؟ چخلی که گفته بودی بالتازار رو تعقیب کردیم پسد. او از پسی چیست؟ از پسی یک کورچالونی اوزاری با نامی نویل. کی بودست و چی بودست فهمیدید؟ با خدا چیزی نمیدونیم، بجز اینکه بالتازار در ارتباط با او چی کاری شد کردن میخواد. پیداست که آقای حقی شاید باز برای رسیدن به منصب سفیری راهی دیگر برای او گشودن میخواهد. تو تعقیب را دوام ده میرم. خوب پسد. آدمی که برق را به صبرانه انتظار است معلوم می شود که این تویی. ایدن چی دور است؟ با او چی کار کردید؟ لحظه های حساس است می دارنه؟ شاید به تو هم برق بدهیم، پس آن زبان ایدن هم کشاده می شود. ابله، من تو را میکشم. چطور؟ با همین بیچارگی؟ چیزی گفتنی بگو که با جان من زدن را سر کردی. توی نمی رسیدگی رو من می دانم. تو کی هستی؟ سروری این لوی همان بودم. تمامی رقم های 81 خانه چه در خاطرم هست. خب فرض کردیم که راست میگویی، ولی آن رمز را از تو چه طور میگیرم؟ آن دختر را رها کن. قبول،
اما اول اجازت میدهی که عروبه ما رو زریعت بدهند. این طور بی حرکت ششتن رگ و پایم رو خراب کرد. خدا بگو که گفته هایت راست برایند، وگرنه عروبت را چنان با برق پر میکنم که بالای آن گردت را نمییابند. همه جا را کاوشور کردید؟ کردیم. درست که آن آدم مسئولی برنامه بوده است. تقریبا یک سال پیش به صدمه تیاره دوچار شده است. آیدی آن گزارش است. یعنی آدمی که ما آن وقت میکافتیم همین بوده است. چیکار میکنیم جناب؟ یاوری خودمان میکنیم. به عرابهش برق بدهید. چلانی آزاری نایل را میشناسی؟ از پرسیدنت چون این برمیاید که تو را میشناسی؟ آره میشناسم. با او تو چی کار داری؟ او را من باید بیابم. جوینده یابنده است. هرچی نباشد تو تنها برای جای او را گفتن مرا دعوت نکرده ای؟ برای چی دعوت کردم گفتم. اگر آن آدم را یابی چی کار میکنی؟ امر داده آقای حقی را واجب میگردانم. کنسی آیدی او یگان قرار قبول کرد. آیدی این موضوع من دهانم را کشاده نمیتانم اندری. پس گوشت را کشای و نخزکه گوش کن. آن آدم را من میابم. لیکن چیزی من میگویم همون را میکنی. جای اردم رو یافتم جایی. پس می رویم بگیریم او رو اکر. پروا نکن، کمی از هوش رفته است و خلاص. پس چه ابله؟ اگر از خودی اول تو میگفتی که کیستی، این مشوقه زیبای تو به این حالت نمی افتاد. خب، چنان که مسجد کرده بودیم، رمز رو بنویس. شد آرام شد. رمزی که او میدانست همین است. رها کن بگذار او برود. ببر
اکنون دو رمزی مانده دیگر را بگو. جناب، سیگنال اردام دودا تخمیناً از 500 متر دوری میآید. با ماشین راه را دوام میدهیم. نه. تا آنجا رسیدن غوغا نباید باشد. وگرنه آنها را از دست میدهیم. تا جای امکان دارد به صدا میدراییم. خوبه که. کارا تمام نکرده رهایی آن را از ما انتظار مشو. اما آفرینت باد که دختری بیچاره را از شکنجه رهاند. با من وعده داده بودی کو. راست. تو در وضعیت نیستی که اینجا بازار گردان بکنی. هر چیز و تر کار را با فرجان برسان، آنگاه هر دویتان را آزاد میکنم. برو با تنها رسکال حجوم میکند. تنها رسکال نه، اینها هم میشوند. دسته رو با بسیار کلان است رسکال. چنده که نباشند به همه اشان تیر میرسد. شنیدم که رسکال به خانه روبا هجوم میکند. و آمدم. مادامی که پسر در پهلویم است، کار رسکال آسان میگردد. دوام ده. حاضر آخرین رمز را میگیریم. کاری دختری تو هم به فرجام میرسد. ولی کاری من با تو به فرجام نمیرسد. دمت را گیر و کار را بکن.
رامزرانه این را ببین. رامز را زود تراشکار کن. کجاست تیمور؟ جانب سیگنال از بالا می آید. رفتیم. جانو، سیگنال از این طرف می آید. تو آن طرف را ببین.